سخنگوی سازمان صلیب سرخ از کشته و زخمی شدن 363 نفر در درگیری های 6 روز گذشته در سنا پایتخت یمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی سازمان صلیب سرخ دیروز از کشته شدن حداقل 125 نفر و مجروح شدن 238 تن دیگر در, در درگیری های شش روز گذشته در سنا خبر داد. این سخنگو در ادامه ابراز امیدواری کرد تا صلیب سرخ بتواند بیمارستان اصلی شهر صنعا را به تجهیزات لازم برای مداوای مجروحان مجهز کند اما این سازمان نمیتواند به انبار خود که دو شب قبل بمباران شد دست پیدا کند سخنگوی سازمان صلیب سرخ در ادامه سخنان خود از تصمیم این سازمان برای سوخت رسانی به های برق و همچنین اعطای های مخصوص حمل اجساد به بیمارستانهای صنعا خبر داد بیمارستانهای صنعا تعدادی زیاد از کشتهها و زخمیها را در خود جای دادهاند